دین به کنج دل خود دار، که دین اگر از دل به خیابان آید، مدنیت به توحش گرود، شهر صد ساله بیابان آید، عرش الله شود فرش ددان، فصل پیروزی شیطان آید، دین که از تخت به دل گردد باز، روز آزادی ایران آید. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در سخنان پیشین در پایان گفتارم روی سخن با متولیان دین داشتم و پرسشون بود که آیا تصور نمی کنید که وقت تجدید نظر در شیوهی که 36 سال است به نام دین و به نام مذهب تشیع و به نام فقه در این مملکت با مردم رفتار میشه فرا رسیده باشه؟ آیا میشه تا ابد این تضاد آشتی ناپذیر میان قداست و قدرت سیاسی، اون هم در کشور پیچیده‌ای و در روزگاری پیچیده تر، ادامه داد و نگران بیرنگ شدن ارزش‌های معنوی و دینی و اخلاقی نبود؟ در اینجا میخوام یک بار دیگر بر این حقیقت تأکید کنم که طی این 1400 سال که اسلام خواه به جبر و عنف و یورش بیگانه، خواه به طیب خاطر و پذیرش داوطلبانه چنان که عده‌ای مدعیند، یا از طریق وراثت در ایران به دین غالب بدل شده، به شهادت تاریخ هرگز هیچ یک از نسل‌هایی که در ایران بالیدند و در ایران سر در خاک ابد فرو بردند، هرگز اعتبارنامه حکومت بر خود و حکومت بر کشور خودشون رو به صنف روحانیون نداده بودند. در هیچ یک از دورانهای تاریخ دراز ایران نمیتوانید شاهدی پیدا کنید که در اون نسلی از نسلهای عدیده ایرانی روحانیت و طبقه روحانی رو مسئول و مأمور حکومت بر خود کرده بوده باشد. هیچ یک از سلاطین و پادشاهان مستبد که مذهب تسنن داشتند، اونها هم با آن که از حمایت یا همدستی گروهی از روحانیت بهره می جستند، خودشون هرگز از طبقه روحانیون نبودند. حتی متشرعترین مستبدان، نمونش در عصر حافظ میشه سراغ گرفت، یعنی در دوره حکومت خشک مقدس شاه قاضی محمد مظفری که در واقع در دوران حافظ جنوب ایران یعنی یزد و کرمان و شیراز و فارس رو تحت فرمان خودش داشت و بساط خونریزی و تهجر و خشکندیشی خودش رو گسترش داده بود و حافظ برای ابدیت به اصطلاح این خشکی و تعصب رو برای ما در واقع سخن گفته، از اون در میخانه ببستند خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، یا حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. در هر صورت این شخص آقای محمد مظفر هم خودش روحانی نبوده، بلکه سلطانی مستبد و متشرع بوده. حاکمان صفوی هم که نان تشیع رو بر سفره روحانیون نهادند، اگرچه اعتقادات شیعی داشتند و از مریدان شیخ صوفی صفی الدین اردبیلی بودند، هرگز خودشون رو فقیه و شیخ و روحانی نمیشمردند. اونها سلاطین صوفی مسلک شیعی بودند و برای حکومت خودشون نیاز به دین داشتند، زیرا بر همون عقیده خواجه نظام ملک بودند که گفته بود الملک و الدین توامان. از این رو برای رفع نیاز سیاست دینی خودشون و برای مشروعیت بخشیدن به حکومتی که میخواست تشیع رو مذهب رسمی خودش کنه، دستگاه روحانیت رو ساختند و روحانیونی رو به استخدام سیاست دینی خودشون درآورده بودند و از جبل عامل و بحرین و کوهستانهای لبنان به ایران آوردند. اسلاف شما همون روحانیون بودند و همچنان شما نیز از اونها رو بزرگان دین مینامید. به هر حال هیچ شاهی، هیچ حاکمی، هیچ قدر قدرتی در طول تاریخ پیدا نمیشه که سرنوشت سیاسی ملک رو رأساً به روحانیون سپرده بوده باشه. حاکمان از حمایت یا از الطاف ویژه و حتی از نظر بهجت اثر علمای عظام و حجج ذوالعز و الاحترام برخوردار بودند و حقوق مادی و معنوی اونها رو محترم میشمردند و اجازه میدادند که مردم به اونها خمس و زکات بدهند و سهم امام بدهند، اما
عنان اختیار حکومت ملک رو به کف اونها نمیگذاشتند. مردم ایران هم در طول تاریخ به این سنت پذیرفته خو گرفته و مأنوس بودند و ملایان را در جایگاه ملایان و حاکمان را در جایگاه حاکمان می دیدند و این بود سیر طبیعی به اصطلاح جامعه و تاریخ در کشور بلازده ما. پیداست که چنین وضعی مربوط به دوران پیش از تجدد ایران بود، مربوط به دوران استبداد سنتی بود، مربوط به دورانهایی بود که اروپاییان از اون به عنوان قرون وسطا یاد می کنند. حالان که وضعیت غیر طبیعی و ناهمزمانی که ما اکنون با اون درگیر هستیم، این رو باید چطوری توضیح داد؟ در روزگاری که بیش از 100 سال از مشروطیت ایران گذشته، در دورانی که مردم با مفهوم حق، آزادی، برابری، ملت، حقوق شهروندی، حقوق بشر و بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های والا که دستاورد دنیای مدرن و حاصل پیشرفت‌های شگفت‌انگیز گوناگون بشریت در ابعاد اندیشه، فرهنگ، هنر، اقتصاد، دانش و صنعت است، و در روزگاری که دیگه نمیشه انسان‌ها رو در اسارت اندیشه‌های عصر حجری فروبست، چگونه است که ایرانیان میباید به یک بازگشت ناخواسته، آن هم از طریق فشار و اجبار و استبداد و سرکوب تن بدهند و همه حقوق خودشون رو به نام دین به یک صنف خاص که لباس روحانیت به تن دارد واگذار بکنند؟ چرا میباید از ملت به امت رجعت داده بشند و از حقوق انسانی و شهروندی خودشون بگذرند و زیر قیمومت یک روحانی به نام فقیه به صغار و مهجور تنزل داده بشند و دلشون خوش باشد که قوای سگانه دارند، مجلس دارند، صندوق رأی دارند، در حالی که همه این نهادهای مدرن که دستاورد تجدد در ایران و دستاورد انقلاب مشروطیت بودند، در دست حاکمان دینی از معنای خودشون خالی شدند و به ابزاری سوری برای به اسارت در آوردن هرچه بیشتر مردم تبدیل شدند. مردم در چنین وضعی صندوق رأی ندارند، توهم صندوق رأی دارند، وکیل ندارند، توهم وکیل دارند، زیرا همه چی سوری است. همه نهادهای مدرن بازیچی تسلط و اقتدار یک حکومت تئوکراتیک محض است. حال در چنین روزگاری با توجه به سطح اطلاعات و آگاهی انسانها، با توجه به سنت 150 ساله تجددخواهی و با توجه به آرمان آزادی خواهی ایرانیان که مهمترین نیروی محرکه همین انقلابی بود که روحانیت بر آن چنگ افکنده، با توجه به نیاز روزافزون ملت ایران به آرامش و امنیت، امنیت فردی و اجتماعی و به آزادی‌های برحق خودش در زمینه نوع پوشش، نوع کوشش، نوع خورش، نوع هنر و فرهنگ، چگونه روحانیت حاکم از ایرانیان به ویژه از جوانانی که 70% مردم این کشور را تشکیل می‌دهند، می‌خواهند که به استبداد آنها و به شیوه کهنه شده خفقان‌آور غیر قابل انطباق با نیازهای امروزی یک جامعه متمدن تن بدهند و حاکمیت بیچون و چرا و بلا منازع اونها رو گردن بگذارند؟ چطوری هم دنیای خودشون و هم آخرت خودشون رو به صنفی واگذار بکنند که آزمندی بیچون و چرای خودش به قدرت و مکنت رو مقدس مینامد و رفتارهای غیر قابل پذیرش و زورگویانه متکی به سرکوب و فشار و اختناق رو، اون هم در محیطی غرقه در فساد و به اصطلاح حیف و میل اموال عمومی، به ائمه و اولیای دین نسبت میدهد؟ چگونه در قرن 21 مردم ایران میتونن سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور خود و نسلهای آتی رو به کسانی بسپرند که شمشیر شاه اسماعیلی رو در کف ملا محمد باقر مجلسی نهادند و به هر قیمت میخواهند سلطنت استبدادی خود را حاکمیت خدا و پیغمبر بنامند؟ حقیقت آن است که وجدان جمعی ایرانیان چنین حاکمیتی را که یک نابهنگامی و یک واقعه غیر معقول تاریخی تلقی می کنند، اون رو همچون ریگی در کفش کائنات می بینند که به هر قیمت می باید از کفش کائنات بیرون بیارند تا جهان بتونه آرام آرام در راه عقلانیت و صلح و داد گام بگذاره و دین هم بتونه از اسارت اهل قدرت و زور بیرون بیاد و به راه طبیعی خودش بره. تنها راه نجات برای ملت ایران و هم برای نجات دین در ایران
یکی است و اون هم جدا شدن هر چه زودتر دین از سیاست و حکومت است. یک شعر میخونم که به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که از قربانیان قتل‌های زنجیری هستند سروده شده. دوزخ افروزان اصحاب صدها قرن بیدار آمدستند، اصحاب کهفند از بن غار آمدستند، ذیل قرون در خامشستانها تاریخ پنهان بودند اینک پدیدار آمدستند، حشر عظام خلوت کور و کبودند کس کهنه گورستان اعصار آمدستند، سنگ و گل بی شرم ویران شهر لوتند هی این چنین از جرف آوار آمدستند، از عرش بیرون رانده توفان نوحند وی نکس کشتیبان طلبکار آمدستند، از قلب دقیانوسشان نقدینه در کف میراث انسان را خریدار آمدستند، خسبون سترون بوتند اینجا به بوی جنات تجری تحت انهار آمدستند، با هیزم اندوزان دوزخ بر فروزان زی جنگل روگش تبردار آمدستند، بر هر چزان زاید نماد شادی و عشق هستی گداز و شعل کردار آمدستند، نام خداشان بر زبان پیغام مرگ است با چوب دار و حکم دادار آمدستند، یغمای قول انیرانند از ایراک ایرانیند اما مغلوار آمدستند، زینسان که در جبر و تهجر بندیانند بی اختیارند ارچه مختار آمدستند، جند شقاوت پیشه جهلند و بیداد با عقل و آزادی به پیکار آمدستند، این سو ولی فوج کبوترهای عاشق با شاقه زیتون به منقار آمدستند، روینده بر بام جهان آواز نورند ارکان ظلمت را به انکار آمدستند. شاد و سربلند باشید. امروز میخواهم درباره واژه های اختر و اخترشناسی با شما سخن بگویم. اخترشناسی یا به عربی نجوم یکی از کهن‌ترین دانش های انسانه. به واژه نجوم که خالی از اشکال نیست باز خواهم گشت. اگر ریاضیات از زمانی آغاز شده باشد که انسان توانسته با انگشت هایش بشمارد، اخترشناسی باید بسیار کهن‌تر باشد، زیرا با این حساب اخترشناسی از زمانی آغاز شده که انسان با آسمان نگریسته و در روز از حرکت خورشید و در شب از حرکت ستارگان در اندیشه فرو رفته است. در اخترشناسی کهن، یعنی حتی تا سده 17 و اختراع تلسکوپ، هر آنچه در آسمان دیده می شد ستاره یا اختر نام داشت. منتها انسان می دید که در میان همه ستارگان آسمان 5 جای خود را نسبت به ستارگان ثابت تغییر می دهند. اینها عبارتند از تیر یا عطارد، ناهید یا زهره، بهرام یا مریخ، کیوان یا زحل و هرمزد یا مشتری. یونانیان این 5 خاص را استرس پلانتای می گفتند، به معنای ستارگان سرگردان. واژه استرس یعنی ستارگان کم کم افتاد و پلانتای سرگردان باقی ماند، همون چیزی که همکنون در فرانسه و انگلیسی پلانت میگوین. بعدها که مسلمانان با اخترشناسی یونانی آشنا شدند، پلانت را سیاره ترجمه کردند. ایرانیان هم در زمان ساسانیان مانند دیگر فرهنگ ها به هر اون چه در آسمان بود ستاره یا اختر میگفتند. در کتاب پهلوی بندهش واژه اختر نه تنها مترادف ستاره ثابت است، بلکه به جای صورت فلکی یا هر یک از برج‌های 12 منطقه البروج هم به کار می‌رود. در بندهش همچنین اختر شمار و ستاره شمار به طور مترادف به کار رفتند. اختر آمار
اخترمار، اخترشمار، اخترآماری، اخترشماری، اخترشناسی، ستراشمار، ستاره شمار. همچنین در پهلوی و فارسی ستارگان ثابت را بیابانی مینامیدند. بیرونی در التفهیم میگوید ستارگان ایستاده مقصود از ستارگان ثابت است، آنند که بر همه آسمان ها پراکنده اند و دوری ایشان همیشه یکسان است، چنان که یکی به دیگری نزدیکتر و دورتر نشود و به پارسی ایشان را بیابانی خوانند، زیرا که گم شده راه بدان بازیابد به بیابان و اندر دریا. و ستارگان رونده آن هفتند که هر یکی کره‌ای دارند جداگانه و این روندگان یک به دیگر و به ثابته نزدیک همی شوند و دور همی شوند. در فارسی هم اختر و ستاره مترادف یا همچمند. ده خدا در برابر اختر به درستی توضیح می‌دهد مطلق ستاره، جرم فلکی، یکی از اجرام آسمانی. اینکه ستاره و اختر یکی هستند در ترکیب‌های اخترشناس و ستاره‌شناس دیده می‌شوند که به یک معنا به کار رفتند. فردوسی نشستند گردندرش موبدان، ستاره‌شناسان و هم بخردان. مقایسه کنید با کاربرد اخترشناسان. ز هر کشوری گرد کن بخردان، ز اخترشناسان و از موبدان. همچنین نظامی کاسمان سنجم و ستاره‌شناس، آگه از کار اختران بقیاز. اگر بر یکی بودن اختر و ستاره در زبان فارسی پافشاری میکنم، برای این است که به تازگی ادعا شده که در پهلوی و فارسی اختر تنها به معنای سیاره است و ما میتوانیم اختر را به جای سیاره عربی به کار ببریم. این ادعا به دلیلهایی که آوردم درست نیست. برای اینکه بیش از این وقت صرف این موضوع نکنیم، به گفته خواجه نصیرالدین طوسی که خود اخترشناس بزرگی بوده است گوش کنید. حکما پیش از این به حکم رصد، اختران را گرفتند عدد. با 9 و 20 آمده است 1000، 7 از ایشان کواکب سیار. میگوید شماره اختران یا ستارگانی که حکما رصد کرده اند 1029 است. 7 از آنان کواکب سیار هستند، 7 چون ماه و خورشید را هم به حساب می آورند. همچنین توجه کنید که در زمان خواجه نصیرالدین طوسی تعداد ستارگانی که در زیج‌ها یا جدول‌های نجومی ثبت شده بود تنها 1029 بوده است. بگذاریم. نکته دیگری که باید دانست این است که در باورهای زرتشتی زمان ساسانیان، چنان که در بندهش می‌بینیم، سیاره‌ها از نیروهای اهریمنی‌اند و در پیکار با اورمزد اهریمن را یاری می‌دهند. این را داشته باشید. بزرگترین نماد شاهنشاهی ساسانی درفش کاویان یا درفش کاویانی بوده که به آن اختر کاویان یا کاویانی هم میگفتند، چون تصویر ستاره‌ای 4 پر از طلا بر آن نقش بوده است. اگر اختر تنها به معنای سیاره بوده، چگونه ممکن است که ساسانیان آن را که اهریمنی پنداشته میشده بزرگترین نماد پدافند ایران کرده باشند؟ فردوسی بارها اختر کاویان را به جای درفش کاویانی به کار برده است. سرندر سپهر اختر کاویان، چماه درخشنده اندر میان، یا همان 5 موبد ز ایرانیان برافراخته اختر کاویان. پس تا اینجا گفتیم که در پهلوی و زبان ادبی و کلاسیک فارسی ستاره و اختر همچم بودند. از این نکته که بگذریم، دیدیم که واژه‌های اخترشناس و ستاره‌شناس و ستاره‌شمار و دیگرها در فرهنگ ایرانی پیشینه بسیار دراز دارند و به احتمال بسیار کهن‌تر از واژه نجوم در عربی هستند. با این حال عجیب است که فرهنگستان زبان و ادب واژه عربی نجوم را که چند اشکال دارد بر اخترشناسی ترجیح می‌دهد. اخترشناسی با زبان عربی به فرهنگ ایران وارد نشده است و ایرانیان صده ها پیش از اسلام در این دانش سررشته بسیار داشتند و بزرگترین اخترشناسان مسلمان ایرانی بودند. بنابراین من هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای برتری دادن واژه نجوم بر اخترشناسی نمی‌بینم. این برتری دادن باید دلیل‌های ایدئولوژیک داشته باشد. اشکال واژه نجوم تنها این نیست که ناسزاوارانه جای واژه فارسی اصیلی را گرفته است. و بگذاریم از اینکه واژه نجوم به معنای ستارگان است، نه دانش ستارگان،
مانند این است که به جانورشناسی بگوییم جانوران و به سنگ شناسی بگوییم سنگ‌ها. پذیرش نجوم اشکال‌های زبانی که دیگری هم دارد. اگر نجوم را بپذیریم، به جای اخترشناس باید گفت منجم، یعنی واژه‌ای که ترکیب ساختاری آن پیرو قاعده‌های زبان عربی است، نه زبان فارسی. این در واقع تحمیل زبان عربی بر زبان فارسی است. حالان که رابطه میان اخترشناسی و اخترشناس برای فارسی زبانان به هیچ توضیحی نیاز ندارد. حالا کمی به ریشه واژه ستاره بپردازیم. واژه ستاره در فارسی از فارسی میانه ستار و ستارک میآید. اوستایی ستار. ستاره واژه است هندو اروپایی. در سانسکریت ستار، تارا، هیتیت، شیتر، یونانی استر و استرون، لاتین استلا. واژه های فرانسه اتوال و اسپانیایی استریا از همینجا هستند. انگلیسی ستار، آلمانی شتر. واژه ستاره در گویش ها و زبان های ایرانی گیسه های گوناگونی دارند. لوری، لکی، اساره، لکی، حساره، کردی، کورمانجی، استر، سورانی، استره، تبری، اساره، بلوچی، ایستار، اوستیک، استلی و ایستلو، تاتی، استورا، شونقی از زبانهای ایرانی پامیر، خترج، خترگ. توجه کنید به خی آغازین که به جای سه نشسته است. ریشه واژه اختر روشن نیست. برخی آن را به اپاختر در پهلوی و با اوستایی ربط دادند که به معنای شمال است. در اینجا فرصت پرداختن به این بحث را نداریم. بسیار طولانی و تخصصی می شود. به گمان من اختر دیسه صورت دیگری است از واژه ستاره. فونم های آغازین سین و خ در زبان های هندو اروپایی به هم تبدیل می شوند. آنچنان که در شونقی دیدیم که به ستاره می گویند خترج و خترگ. نمونه ها کم نیستند. مثلا خواهر در فارسی که با خ آغاز می شود، در زبان های دیگر هندو اروپایی خ جای خود را به س می دهد. در سانسکریت سوسر، در لاتین سرور، شر در فرانسه از همین واژه لاتین گرفته شده است، سیستر در انگلیسی. نمونه دیگر خور به معنای خورشید در فارسی، در سانسکریت سفر، در لاتین سول، سولی در فرانسه، انگلیسی سان، آلمانی زونه. به هر حال هر چه باشد ریشه اختر، گفتیم که ستاره و اختر مترادف هم بودن، ولی همکنون در ترم شناسی دانشی نیاز داریم که به هر یک از آنها شخصیت جداگانه‌ای بدهیم تا زبانمان را توانمندتر کنیم. و این همون کاری است که اروپاییان با استر، است، ستار و اتوال کردند. اخترشناسی پس از اختراع تلسکوپ در سده 17 و کشف قانون‌های گوناگون فیزیکی پیشرفت‌های سرسام‌آوری کرده است. در گذشته اخترشناسی تنها حرکت ستارگان و سیاره‌ها را مطالعه می‌کرد. همکنون ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی اختران را می‌پژوهد. اخترشناسی و فیزیک آنچنان در هم تنیده‌اند که بخش بسیار بزرگی از اخترشناسی را استروفیزیک می‌گویند. این واژه اختر فیزیک را هم نخستین بار نزدیک به 45 سال پیش دانشجویی که در دانشگاه تهران فیزیک می‌خواند به کار برد. در مقاله‌ای که در مجله سخن علمی به سردبیری زنده‌یاد پرویز شهریاری منتشر شد. قبلاً به آن فیزیک نجومی می‌گفتند. موضوع مطالعه اخترشناسان همکنون بسیار پرشمار است. از جمله ستارگان، سیاره‌ها، سیارک‌ها، دنباله‌داران، ابرهای مولکولی، فضای اندراختری، کهکشان‌ها، خوشه‌های کهکشانی، سیاه‌چال‌ها، کیهان‌شناسی، گیتی، پولسارها، کواسارها، ستارگان نوترونی، ستارگان پیر، ستارگان جوان، ستارگان پرجرم، میخ‌ها و بسیاری موضوع‌های دیگر. هر یک از این موضوع‌ها به شاخه‌های گوناگونی تقسیم می‌شود. هر اخترشناس یا اخترفیزیکدانی تنها در یکی از این رشته ها تخصص دارد. این رشته ها را می توان اخترشناسی سیاره‌ای یا سیاره شناسی نامید، اخترشناسی کهکشانی یا کهکشان شناسی، اخترشناسی ستاره‌ای یا ستاره شناسی و بدین سان دیگر رشته ها. پس می بینیم که همکنون در ترم شناسی پرسون دقیق دانشی میان اخترشناسی و ستاره شناسی تفاوت می‌گذاریم.
اخترشناسی واژه است عام، ستاره شناسی آن بخش از اخترشناسی است که به مطالعه ستارگان می‌پردازد و ستاره تعریف دقیقی دارد. توده انبوهی است از گاز که در آن واکنش‌های هسته‌ای روی می‌دهند. وقت ما به پایان رسید، شاید بد نباشد به یک واژه دیگر هم اشاره کنیم و آن استرولوژی است که در عربی به آن نجوم و تنجیم و علم صناعت احکام میگویند. در گذشته های دور اخترشناسی و استرولوژی در هم آمیخته بودند، ولی امروزه میدانیم که استرولوژی چیزی جز خرافه و دروغ نیست. این واژه از یونانی میآید، از استرو اختر و لگین گفتن، یعنی اخترگویی. و جالب است که ما در فارسی واژه اخترگویی را داریم درست به همین معنا. مولوی میگوید اسب کش گفتی سقط گردد، کجاست کور اخترگوی و محرومی زراست. اوضاع ایران این روزها شباهت زیادی پیدا کرده است با اوضاع چین در آخرین سالهای زندگی ماو تسه‌تونگ. مقام معظم رهبری سخت پیرو راه ماو است. ماو می گفت یک قدم از خط انقلاب نباید منحرف شد و هیچ نوع اعتدالی رو بر نمی تافت. مشکلات انقلاب رو به گفته او میبایستی از راه انقلاب و انقلاب در انقلاب حل کرد. انقلاب فرهنگی که رحم بر اصلاح طلبان ولو فرزندان انقلاب و سرکردگان نظام انقلابی رو مجاز نمیشه مرد، محصول چنین تفکری بود. ماو می گفت فرهنگ امپریالیستی و فرهنگ نیمه فئودال دو خواهر جدا ناشدنی هستند که علیه فرهنگ انقلابی چین یک معاهده ارتجاعی بستند و اگر نابود نشوند این خطر وجود دارد که اشخاصی که نمی خواهند تمام عمرشون رو با انقلاب و در لباس انقلابی به سر برند دچار خودخواهی غریزی شوند و به فکر رفاه و زندگی راحت بیفتند و شور انقلابی رو از دست بدهند و مبدل به بورژوا شوند. بر اساس همین تفکر حزب کمونیست چین قطعنامه در 16 ماده تحت عنوان انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی صادر کرد که در آن از جمله چنین آمده بود: نظر به این که انقلاب فرهنگی ما یک انقلاب واقعی است با مقاومت روبرو خواهد شد. این مقاومت در درجه اول از جانب کسانی ابراز می شود که توانستند خود را در صفوف حزب جا بزنند و حتی به مقامات مهم برسند، ولی راه سرمایه‌داری را دنبال می‌کنند. اینها مشت قلیلی هستند که باید نقاب از چهره‌هایشان برداشته شود. در فضای آنچنانی هر کس می‌خواست مقام و منصب خود را حفظ کند و از خطر گرفتار شدن در گرداب هورناک انقلاب فرهنگی مسون بماند، ناچار بود در میدان تملق‌گویی از صدر ماو گویی بزند و از منحرف شدگان فاصله بگیرد. به عنوان مثال مارشال لیمپیاو فرمانده ارتش چین در نطق تملق‌آمیزی گفت تجربیات صدر ماو از مجموع تجربیات مارکس و انگلس و لنین با ارزش‌تر است. سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و اقدامات انقلابی او حاکی از
نبوغ مخصوص طبقه زحمتکش است. افکار ماتز تونگ راه‌های بشریت رو راهنمایی می‌کند و برنده‌ترین سلاح انقلابی است. او رهبر جاودانی ماست و هر یک از کلمات پرحکمت او بیش از ده‌ها هزار جمله ارزش دارد. من اعتراف می‌کنم که هنوز به اندازه کافی آثار ماوز تونگ رو نخوانده و درک نکردم. از امروز به بعد آنها را با دقت بیشتری مطالعه خواهم کرد. فرمایشات مارشال لیمپیاو بود. امروز پس از نیم قرن از زبان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سرلشکر محمد علی جعفری میشنویم که میگوید برخی حرفهای آقایان و مسئولان و دیدگاه‌هایی که دارند پسرفت انقلاب و اسلام است. وقتی آنها چنین حرفهایی را میگویند تلاش هم میکنند که آنها را عملی کنند. رهبر انقلاب همواره نگرانی‌های خود را از تغییر شکل تهدیدهای نظامی و امنیتی به شبیخون فرهنگی ابراز فرمودند و گفتند بر اثر این اتفاقات ما در مرحله سوم انقلاب تقریبا در حال درجا زدن هستیم و پیشرفتی نداریم. فرمانده کل سپاه در بیان ماهیت کسانی که به فرمایش ایشون باعث درجا زدن در مرحله سوم و در نتیجه پسرفت انقلاب شدند این طور میگوید: از سالهای 77-78 تهدید دیگری غیر از تهدید امنیتی و دفاعی برای ما ملموس شد که می توانست انقلاب اسلامی رو با مشکل مواجه کند و پیشرفت انقلاب را بگیرد و آن را به انحراف بکشاند. برخی افراد می گفتند که نظام اسلامی مستقر شده و حالا باید مردم خودمان را اداره کنیم. به ما ربطی ندارد که در کشورهای دیگر چه اتفاقی می افتد. این همون شعار خطرناکی بود که برخی افراد بیان می کردن و چفیهی که بر دور گردن رهبر انقلاب قرار دارد برای مقابله با همین نوع تفکرات است. همزمان با این سخنان فرمانده سپاه پاسداران که در همایش اساتید حوزه‌های علمیه مشهد و قم ایراد شده بود، مهدی هاشمی پسر ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی رو با حکم 10 سال حبس پس از 28 جلسه محاکمه غیرعلنی در دادگاه انقلاب اسلامی دست بسته به زندان میبرند و در مجلس شورای اسلامی یکی از وکلای اکثریت بر هاشمی رفسنجانی میخروشد که چرا برای رفتن به مجلس خبرگان و به دست گرفتن اختیار این مجلس از حالا خیز برداشته است. او صراحتاً میگوید آقای هاشمی، مردم از شما میخواهند که خود را خانه نشین کنید و بیش از این انقلاب و نظام را زحمت ندهید. مطمئن باشید اگر دوباره بخواهید از خطوط قرمز انقلاب، امام، شهدا و جوانان غیور این زمان عبور کنید
و مسیر رفته را ادامه دهید، در این صورت و در حالی که ملت حجت را بر شما تمام کرده، با هزاران لشکر عشق مقابل شما و فامیل های ثروت و خانواده های قدرت هم فرهنگ با فتنه که در پی تبدیل نظام امامت به سلطنت هستند خواهد ایستاد و کار را برای همیشه تمام خواهد کرد. اینها همه اعلام آمادگی پیروان خط رهبری از جهادی است که با هدف عبور از مرحله سوم انقلاب طراحی شده است و چنان که مقام معظم رهبری در هفته گذشته طی سخنانی چنین اظهار فرمودند: مجاهدت در راه خدا فقط به معنای جنگ نظامی نیست، بلکه شامل مبارزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می شود. می دانیم که برچین در دوران پایانی زندگی ماو چه گذشت؟ آیا ایران سرنوشت مشابهی در پیش دارد؟ بهتر است مقام معظم رهبری به جای سرفرو بردن در کتاب سرخ ماو نگاهی هم به رویدادهای بعد از مرگ وی بیندازد. گاهی وقتا آدم بدون این که بخواد یاد شعر معروف وثوق الدوله میفته که معتقد است که وقتی که بد میاد همه چیز بد میشه و هر بدی نه تنها خودش بلکه صد برابر میشه. این اشاره به شعر آقای وثوق الدوله رو به این دلیل کردم که بگم ما هنوز از سوک درگذشت آقای محمود طلویی فارغ نشده بودیم که یک دوست دیگری هم از دست رفت. این یکی هم آدم معتبری بود، یکی از بزرگترین آرشیتکت‌های ایران، مردی که بسیاری از ساختمان‌های معروف دوران رژیم گذشته کار اوست. اولین باری که من اسم آقای امیر نصرت منقح آرشیتکت معروف رو شنیدم در یک شرایط خیلی خیلی خالی خاص بود. اونهایی که تجربه زندان دارن میدونن که یکی از لحظات بسیار بسیار ناراحت کننده در زندان زمانی است که شما احتیاج دارید که به توالت برید. تعداد توالت ها کم است و تعداد خواهندگان بسیار و به همین دلیل هم هر کسی که به زندان رفته است خاطرات جالبی در این مورد داره. یک روز صبح زود که من بیدار بودم و در راه رو قدم می زدم، یکی از آرشیتکت‌های بسیار معروف که حالا اسمش رو نمی‌خوام ببرم، او هم در زندان بود، از درون توالت ظاهراً به علت اینکه آقای چاقی بود و در محوطه کوچیک توالت نمیتونست خوب حرکت بکند، عصبانی شده بود و فریاد زد که آخه آقای منقع این چه توالتی ساخته، نمیتونستی یه خورده بزرگتر بسازی؟ و این اولین خاطره است که من از آقای منقع دارم. خب طبیعی است که در اونجا آدم دنبال این ماجراها میگردد و نفس این که آقای منقع
ساختن یک زندان رو به عهده گرفته است و تازه در اون زندان هم جایی رو که بیش از هر جای دیگر مورد نیاز آدمی است بهش توجه کافی نکرده است، خب ناراحت کننده است. طبیعی است که این موضوع روی ذهن من هم اثر گذاشت. وقتی که به علت ماجراهایی که اتفاق افتاد من به پاریس اومدم، یک روزی این صحبت رو و این گله رو با آقای جفرودی در میون گذاشتم. آقای جفرودی به من گفتش که شما آقای منقه رو میشناسید؟ گفتم نه. گفت پس بذارید من بگم که آقای منقه کسی نیست که به خاطر تمایلات و خوشایند و بدایند دیگری در کار آرشیتکتی خودش خیانت بکنه. من البته در زندان اوین نبودم، راست میگه آقای جفرودی فقط در زندان قصر با ما بود و آزاد شد، ولی ما ها رفتیم به زندان اوین. ولی میدونم که هر اتفاقی افتاده است به آقای منقه مربوط نبوده است. بعد از یک چند ماهی آقای منقه سفری کرده بود به پاریس، طبیعی است که به دیدن آقای جفرودی رفته بود و آقای جفرودی یاد این ماجرا بود و من تلفن کرد که آقای منقه اینجاست و بیا ببینش و من رفتم و این صحبت رو با او در میون گذاشتم. گفتش که شما در اتاقی که بودید چند نفر بودید؟ من گفتم 22 نفر. گفت شما میدونید که من اتاقهای زندان اوین رو برای 8 نفر ساختم و اون اتاقهای کوچکتر رو برای 3 نفر. اگر که شما به جای 8 نفر 22 نفر در اون زندان بودید، نشان دهنده این استش که تعداد کسانی که در اون محوطه بودند 3 برابر شده بودند و رژیم جمهوری اسلامی که از ماجرا خبر داشت و میدونست که این محل محل نیاز عمومی خواهد بود، در اون محلی که من برای اون تعداد زندانی که میتونست در زندان باشد وسایل راحتی و سانیتری و بهداشتی فراهم آورده بودم، اینها برای 3 برابرش درست کردن و چون محوطه بیشتری نداشتن خراب کرده بودن و اون تعدادی رو که ما در نظر گرفته بودیم برای زندانیا 3 برابر بیشتر کرده بودن. و بنابراین مطمئن باشید که من هیچ کار زشت و ناراحت کننده نکرده بودم. در اون لحظه و در اولین ملاقات خب طبیعی بود که میشد فکر کرد که سالها بعد و بعد از یک حادثه آقای منقه دارد از کاری که کرده است دفاع میکنه. ولی بعد از مدتها که من ارتباطم با آقای منقه ادامه پیدا کرد و به صورت دوتا دوست در آمدیم، احساس کردم که حق با آقای جفرودی بود و حق با آقای منقه بود که خداوند هر دوشون رو در ملکوت خودش شاد و مسرور و خوشحال بکند و آقای منقه کسی نبود که به خاطر خوشایند رژیم از راحتی و آسایش عده کسانی که در بند هستند کوتاهی بکند و بندشون وضع بدتر و کوتاهتری رو در نظر بگیرد. آقای منقه که در ایران هنر اصلیش آرشیتکتور بود و بسیاری از ساختمان ها همونطور که گفتم در ایران کاریش هست، وقتی که به خارج آمد تلاش کرد که همون کارهای ساختمانی رو در آمریکا انجام بده ولی موفق نشد، برای اینکه مثل هر کار دیگری در کشور در هر کشوری بایستی با اصول، نه تنها با اصول اون کشور آشنا بود بلکه بایستی با افراد سرشناس اون مملکت هم آشنا بود و طبیعی است که آقای منقه نبود و به همین دلیل موفق نشد. اما آدمی مثل منقه که یک هنرمند واقعی بود نمیتونست آرام بنشینه و هنر خودش رو به طرز دیگری
به وجود آورد و اون منبتکاری های درخشانی بود که انجام میداد روی اسامی مختلف، روی کارهای مختلف. من نمونه کارهاشو درباره اسم عمر خیام در مقابل اسم دکتر پرویز مینا، در مقابل اسم آقای اشراق و عده دیگر رو خودم دیدم. البته محبت نکرد و هیچ وقت اسم من رو منبت کاری نکرد، ولی بسیاری بسیاری از دوستان من از این محبتیشون سرشار بودن. یک بار تمام کارهای خودش رو که از این بابت درست کرده بود در یک نمایشگاهی در استکهلم به نمایش گذاشت و بعد وزیر فرهنگ و هنر هم آمد و مشاهده کرد و من متن رو که نوشته بود به انگلیسی دیدم که با چه ستایشی از هنر آقای منقح تعریف کرده بود. بعدها آقای منقح کار رو ساده تر کرد و روی همون کار رو، یعنی اتود روی اسمهای دوستان و دیگران رو روی کاغذ ادامه داد که کارهای فوق‌العاده درخشانی است. من نمیدونم الان در چه حالی هست و در اختیار کی هست، ولی در صورتی که نمایشگاهی برای این بذارن یکی از زیباترین نمایشگاه ها خواهد بود. آقای منقح در اواخر عمر یک کار تازه دیگر شروع کرده بود و اون دادن طرح‌های بشقاب بود. بشقاب‌های بسیار زیبا با طراحی‌های بسیار زیبا و حتی با شکل‌های بسیار زیبا. بشقاب‌های به صورت مربع، به صورت پنج ضلعی، به صورت شش ضلعی و البته خب دایره که چیز مرسومی هستش. آقای منقح در این حال که هنرمند برجسته بود قدرت طنز بسیار جالبی هم داشت. یک بار یکی از طنزهاش رو من به عنوان نمونه براتون تعریف میکنم، خیلی جالب بود. میگفت من یک کاری داشتم برای وزارت کشور میکردم و برای دادن یک گزارشی به ایشون رفتم به اتاق وزیر کشور. به من نگفت که کدوم وزیر کشور بود، من هم کنجکاوی نکردم که بدونم. و وقتی که رفتم اونجا، حالا وزیر کشور مربوطه قاعدتاً به خاطر اینکه گربه رو دم حجله سر ببرد به من بی‌اعتنایی کرد و بدون اینکه از جاش بلند بشه همونطور روی مبل خودش نشست و دوتا پای خودش هم گذاشت روی میز و فقط به من گفتش که ببخشید آقای منقح که من اینطوری نشستم، خیلی خسته هستم. میگم من دیدم که تنها راش عبارت از این استش که با یک شوخی ایشون رو متوجه وضع خودش بکنم و گفتم که از نظر من آقای وزیر هیچ اشکالی نداره که شما اینطور نشستید، ولی اگر من از اینجا رفتم بیرون و به من گفتند که آقای وزیر رو چگونه خواهد دیدی، خواهم گفتش که وزیر پاش در هواست. و شما میدونید که پا در هوا بودن در اصطلاح سیاسی یعنی اینکه در شرف عظمت است و اینکه برود. به هر حال آدمای بزرگ میرن، ایشون هم خب به هر حال عمری کرده بود. وقتی که در گذشت در حدود 94 سالش بود سالم بود، اما به هر حال چه سالم باشید چه سالم نباشید یک روزی تقدیر شما و تصمیم خداوندی بر این قرار میگیرد که اقامت شما بر روی کره خاک کافی است و باید به سوی آسمان ها پرواز کرد. آقای منقح هم از این سرنوشت به دور نماند.